تشکر از همکار ما سلیم مخیمی که گزارش بسیار خوبی را برای ما و شما داشتن از هرات باستان ادامه برنامه صبح زندگی هست و شما عزیزان هم اگر تا این لحظه با ما همراه بودین تا ساعت ده ما را تنها نگذارید شاید در رابطه با استراب شما معلومات کلی داشته باشین اما اینکه واقعا علت و عوامل از که یک فرد دچار استراب استرس و ترس میشه در چی هست در این بخش برنامه با جناب آقای وحید الله وحید استاد پاهنتون صحبت های می داشته باشیم ببینیم نظر و دیدگاه اینا در رابطه با افرادی که استراب زیاد داره چی است و افرادی که دچار ترس و واهمه هستن میشه در زندگیشان استاد خوش آمدین صحبتتون بخیر باشه تشکر بسم الله الرحمن الرحیم نخو سلام ادب و احترام حضور دوستای خوب تلویزیون محترم آریانا بخیر بخیر تشکر می کنیم اجازه پیش ازی که ما با تعریف و علایم و عوامل و درمان استراب برم یک تست سلامت و میره به خدمت شما میخوانم یک ماه گذشته نه تحت مطالعه قرار میده آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کاملا خوب و سالم هستین آیا از یک ماه گذشته تا امروز احساس کرده اید که به داوری تقویتی نیاز دارید آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید <تصفح> آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سردرد، سردردی داشته اید آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم یا چیزی مثل دستمال بسته یا اینکه فشار به سرتان وارد می شود آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها خب بدنتان داغ و یا سرد می شود آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بسن نگرانی دچار به آیا از یک تا به امروز شب وسط خواب بیدار میشوید آیا از یک ماه به امروز احساس کرده اید که دائما تحت فشار هستید آیا از یک تا به امروز عصبانی و بدخلق شده اید آیا از یک ماه تا به امروز بدون کدام دلیل یا بدون هیچ دلیل قانع کننده در هراس و وحشت زدگی هستین آیا از یک گذشته تا به امروز متوجه شده که انجام هر کاری از توانایی های شما خارج است آیا از یک گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلهره یا نگرانی دانه. یا استراب دارید آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانستید خودتان را مشغول و سرگرم نگاه دارید؟ آیا از یک ماه گذشته تا امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتر را صرف انجام کارها نمایید؟ آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به طور کلی احساس کرده اید که کارها را به خوبی انجام میدید؟ آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت میکنید؟ آیا از یک ماه گذشته تا امروز احساس کرده اید که نقش مفید در انجام کارها به عهده دارید؟ آیا از یک ماه گذشته به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسائل دارید؟ از یک ماه گذشته تا به امروز قادرین از فعالیت های روزمره زندگیتان لذت ببرید؟ آیا از یک ماه تا به امروز فکر کرده اید که شخصی بی ارزش هستین آیا از یک ماه تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملا نامید کننده است آیا از یک ماه تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزشش زنده بودن را نداره آیا از یک ماه تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید ممکن دست به خودکشی بزنید آیا از یک ماه تا به امروز احساس کرده اید چون اعصابتان خراب است نمیتونید کاری انجام بدید آیا از یک ماه تا به امروز به این نتیجه رسیدین که ای کاش مرده می بودم و کلا از شر زندگی خلاص و خلاص می و به سوال آخر آیا از یک ماه تا به امروز ای فکر به ذهن رسیده که می خواهید به زندگی تان خاتمه دهید؟ استاد این سواره به خاطر چی بود؟ بله. کلش به خاطر تست سلامتی یک بله. بود؟ تست سلامتی استراب می به استراب همیشه وقتی که صحبت میکنیم از خود باید تست داشته باشیم از افسردگی تست داشته باشیم بله. هر موضوع تست پس یک کمی متفاوتت به خاطر بیان کردم که اول یک فرد تست میشه که خفیف داره متوسط داره یا شدید حالا میریم به صبح کاش دانه دانه میپرسید از من حداقل تست من را انجام میدادید بخش کنترل روم اونقدر میربان هستن که قیدات وقته خوب در نظر دارن که هر <تصفح> کدومشان میگفتن بله بله جوابشان بس بود که حالا 28 دقیقه مصرف میشد حالا میریم به استراب استراب کلمه عربی است به دری دل و پشتو اندخنه به انگلیسی انگزایتی امه. با الفاظ آمیانه تشویش یا نگرانی به استراب چندین تعریف داده استراب میگه اختلال است اختلال یا سردر است اختلال یعنی یک پرابلم است یک مشکل است با یک ده ده. یا چند حس امروز در اینجا نشانه هایی است که من در این سوالات گفتم عالمو نشانه ها را میگم امه. فرد مسترب احساس خستگی میکنه فرد مسترب در تصمیم گیری راگمک فرد مسترب در آفزه مشکلات داره جب. فرد مسترب لرزش و پرش ازالات داره فرد مسترب گوشش صدا میته حتی به شکل هنرمندانه اما اکت صدا دادنش که گوشایش بینگست به وجود میاره فرد مسترب خستگی که بیان میکنیم گلو گرفتگی هم شامل داره نفس هم شامل داره مهم. ازالاتش خواستن بازوهایش احساس خارش هم دو دیده میشه با نزاکت اجتماعی مذرت و کود اخلاقی در نظر گرفته فرد مسترب تکرار ادرار اصحالات داره فرد مسترب در رفتار خود رفتار را نشان میته که چندان نبود علاقه در او رفتار دیده میشه در اینجا یک سل عوامل است که فرد به استراب گرفتار است عامل درونی فرد خواهی نخواهی عامل درونی فرد یا خانواده گرامی است یا یک وظیفه یا یک سازمان یا یک اداره یا یک مکتب یا یک فکر هر جایی که وظیفه را انجام میتی یک صحبتی را میشنوی که تو را حالت تو را دگرگون میسازه این فرد به استراب گرفتار میشه موضوع عامل دیگه انگیزه های ناخداغاست خواهی نخواهی در 20 سی چل سال 50 سال هر قدر عمری که داری این تو یک عمل از شما سر زده که بعد از انجام دادن شما پشیمان میشید پس این فرد به استراب گرفتار میشه توسط وراثت هم از فعل انفعالات شیمیایی هم است باز هم نزاکت اجتماعی و کد اخلاقی در نظر گرفته فردی که در سماگی در بدنی خود طفل می داشته باشه مهم. او را صدق میکنه با واسطه دوا باز تمام عمر این فرد مسترب است اولی چند نقطه ای را بیان میکنیم به خاطر جلوگیری از باز این امو استراکچر و ساختارش برتون میتون که تعریف کردم علایم گفتم عوامل گفتم ولی به شکل پیشگیری درمان شم میگم باز هر که بر شما مجهول بود و نقطه را میخواستیم که تفصیل بتونم رو دلسته، دلسته. چند پیش را که من به دوستای خود با در نظر داشتی تست هم یادواری کردم اگر متوسط یا شدید استراب داشته باشم شما در این صحبت اتو ذهن آن واحد نمیگه بلکه کتاب های مختلف روانشناسی نورمان و لستروم و همزگنجی و روانشناسی تقریبا 11 15 کتاب روانشناسی هست که اولین نقطه یا پیشنهاد ای است که توکلتان بر الله جل جلاله جل, 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 جل باشه در هر کاری که شما باور داشتین توکل داشتین کمک خواستین از الله شما در هیچ کار ناکام نمیمونید نقطه اساسی و برجسته دیگه که ما شما بیان میکنیم خود امام گرفتن سطحی هر روز ولی امام طولانی استرابه کاهش میده <applause> دیگه تفریح یک فرد یک نواخت کار انجام میده با برنامه تفریح هم داشته باشه این تفریح میشه که دعوت باشه این تفریح میشه که یک بیرون برای این تفریح میشه که به امرای دوستای خود ببینم نقطه دیگه چی است تنوع این نشان داده که غذا یک نواخت خوردن استراب و افزایش میده تنوع باشد در لباس تنوع باشد در غذا تنوع باشد ورزش باشد و راه های حل دیگه ایست که کار امروز به فردا نگذاریم رای دیگه است که هر فرد متوجه باشه این تو کار مسترب کننده را انجام نده که برش استراب ایجاد کنه این خودش در حقیقت رای حل است دیگه اهمیت دادن به رنگ ها خیلی در کاهش استراب کمک میکنه که کدام رنگ یک فرد بپوشه سرد کننده باشه گرم بله. کننده باشه لباس رنگ های گرم کننده خود سیاه است که بعد از این هوا سرد شده میره و رنگ سرد آبی و سفید و با مهمترین نقطه ای است که یک با یک فرد کدام رنگ احساس آرامش میده این خیلی مهم دگه نقطه دیگه اساسی را که وقتی ما بیان میکنیم در پیشنهاد یا در درمان استراب ای را ارزش میتیم و سرش تاکید زیاد میکنیم شما 24 ساعت تقسیم کنید 8 ساعت خوابتان کافی باشه 8 ساعت دیگه شما تفریح یا درس خواندن و هشت ساعت دیگه کار کنین شما در هیچ حالت افراط تفریط نکنین که باز به با استراب گرفتار میشین تعادل داشته باشین اکثر اوقات ما شما که به یک محفل میریم مهم. تا دو بجه در اوتل متوجه خواستین یا خوشبختانه یا یا بگویم بدبختانه ساعت 12 لحظات بجه آخر هستین ساعت 12 بجه نان میارن مهم. و یک فرد اگر 5 بجه از خانه حرکت کرده باشه پس ساعت دو بجه برسد 9 ساعتش در اینجا بحله. سپری میشه ای این چیزی است که ما با این تاکید کرده میریم افتخار در حالی که برای افراد عمومی اختلالات و پرابلم ها و بینظمی ها را میاره به خوابی ها را میاره و یک فرد دیگه همو که دعوت کرده او میگه که هیچ نبیاین که ما خود محمد از لذت میبریم تمام شب بیدار میشیم یعنی معنای جمله ای است که فرد باید در 24 ساعت خوابش پوره باشه استاد چرا یک فرد که این مستره بس یا استراب داره چرا همیشه ترس هم در وجودش است؟ ببینین یکی از علامه های نشانه های استراب ترس هم است به خاطر ای که دلیل یک تعریف است که اختلال یا یک احساس ناخوشایند و مبهم است ما بود آمده امتحان ناکام بانم چیزی را که رخ نداده ما بودا برنامگی و به در سنت در فاکلته محصل است و میایم ما بودا این استاد مرا ناکام نکشه بخاطر ای که این وضعیت مبهم این روادار میسازه به درجه درس و در اینجا احساس ترس برش پیدا میشه یکی از علامه های استراب هم ترس است و یا بهترتر بگوییم که انواع استراب است که یکی پی تی اس که پاس تراماتیک استرس دیسور در یعنی استرس پس از سانه هست که یک فرد با ترس گرفتار میشه استرس یک ترس دیگه یا یک استراب دیگه است وسواس است یک استراب دیگه است ترس های اجتماعی است و یا بگویم استراب منتشر است که تمام علائم پیشتر گفتیم در این فرد تبارس پیدا میکنه که علائم که شما گفتید است و بیشتر که 28 سوال به شکل سلامت بیان کردم که آیا احساس دارین که یک ماه گذشته تون احساس ترس و وحشت زدگی و یک فرد میگه بله بعدا با او با در نظر داشت امو روانشناسانه بودن رازداری اعتماد بدون مداخله بدون اینکه یک فرد مشکل نداشته باشه تحت تاثیر نره و تحت تاثیر نبریم با مهربانی و با جدیت شما یک نقطه را خواهر گرامی شما خود در ها رسانه‌های مختلف با شما بودین و خواهر بسیار قابل قدر و بسیار با عزت برتون می‌بینید شما هم مهربان باشین در زمین مهربانیتون جدیتتان هم از دست ندین تنهایی مهربانی خود کار نمیده یک فرد جدی هم باشه حالا بخش کنترل چقدر مهربان است اما در زمینش کنترل و جدیت خودم داره باقی. در زندگی هر وقت متوجه باشین تنهایی خود مهربانی جای خود نداره در زمین از جدیت هم داره نظم هم داره مم. امروز که شما این تلویزیون محترم آریانا را موفق میبینین از هر نگاه یک نقطه برجسته است که هر فرد وظیفه و ما از امی تلویزیون به شکل زنده از کنترل روم که عقب سنه هستن و کسایی که پشت کامره هستن نامایشان وقتا زایی نکنه هر کدامش از نظم خاص برخوردار است هر کدامش از یک شخصیت خوب برخوردار است پس هر بیننده ما که از تلویزیون محترم میبینن و پیش از کی از ما شما بگوین که ختم کنین ما با دوستای خود میگم که هر کدامتون شخصیت دارین ویژگی دارین توانایی دارین انگیزه دارین خوی دارین خصلت دارین قیافه دارین اخلاق علم دارین زیبا اخلاق زیباتر هیچ کدامتون ان شاء الله استراب ندارین توکل تون بر الله موفق هستین برنامه دارین کسی که برنامه داشته باشه هیچ استراب برش پیدا نمیشه واقع. با امید سلامتی تون موفق باشین تا برنامه بعدی سپاسگزارم سلامت باشین استاد واقعا روز دیگه همراه ما بودین در برنامه و صحبت‌های خوبی داشتین در رابطه سپاس. با استراب چرا که بعضی وقتا به سوالایی که شما داشتین البته در زندگی ما هم بارها بارها پیش اومده و نظر به یک ماه و یا یک سال یا یک هفته پیش ما واقعا امروز در زندگی خودم تغییرات بسیار مثبت و منفی تجربه کرده. خدا کنه در زندگی دیگه از این بعد بینندای عزیز ما که امروز در رابطه با استراب معلومات کلی را بعد دست آوردن در زندگیشان بعضی نکاتی که استاد اشاره کردن اونا را به کار ببرن تا که دیگه از این بعد در زندگیشان دچار ترس و استراب نشن و بتونن با کارهایشان به احسند و به خوبی رسیده ای کنند وقت لحظات خوب خوش براتون آرزومند هستم استاد خوالدی سطمانی به شما میخواییم